دوستای عزیزم سلام، من اومدم دارم میام. سلام، چطورین؟ حالتون چطوره؟ خب بچه ها، من اومدم با نتیجه تحقیقات 3 هفته‌ای. از اونجایی که برام احساس مسئولیت داشت که حرفی که میزنم و نظری که میدم درست باشه، 3 هفته طول کشید به جای 1 هفته. اینم نتیجهش، باز میکنم با هم ببینیم. شما به راحتی این دو شرخه‌تون رو آماده رکاب زدن میکنید. کاری داشت؟ نه. این اولین نکته. خب بچه ها، این که این دو شرخه کجاها میتونه مورد استفاده قرار بگیره، به درد چه کسایی میخوره، چه مزیت‌ها و چه محدودیت‌هایی داره رو توی این 3 هفته حسابی بالا پایین کردم و تحقیق کردم و الان میخوام مفصل راجع بهشون صحبت کنم. اولین نکته این که دوچرخه تاشو توی دسته‌بندی دوچرخه‌های شهری قرار میگیره و من توی این 2 هفته‌ای که از این دوچرخه استفاده کردم واقعا لذت بردم. حالا من کیم؟ کسی هستم که قبل از این دوچرخه تاشو دوچرخه کوهستان سوار میشد که در جریان هستن بچه‌هایی که پیگیر منن. دوچرخه منو دوز برد و یه جورایی بگم که عدو شود سبب خیرگر خدا خواهد، باعث شد که من توی تحقیقات بعدیم با دوچرخه‌های تاشو آشنا بشم و دوست منم کمک کرد به من که بدون صرف هزینه‌ای بتونم 2-3 هفته از این دوچرخه استفاده بکنم و دیگه با خیال راحت تصمیم بگیرم که میخوام دوچرخه تاشو بخرم یا نه، که خب من این کوچولو رو خریدمش. موقعی که میخواین یه دوچرخه بخرین حتما با اسمای خیلی زیادی روبرو میشین. دوچرخه کوهستان، شهری، تریال، دالنهیل، انواع و اقسام اینها، هر کدوم هم که سراغشون میرین باز کلی زیرشاخه و دستبندی داره. میخوام خیلی خیلی ساده بهتون بگم که این دستبندی ها با همدیگه چه تفاوتی دارن. بچه ها، دوچرخه های شهری سبکتر نسبت به بقیه دوچرخه ها طراحی شدن برای استفاده روزمره و استفاده عادی. همونطور که متوجه شدین دوچرخه های شهری کمک جلو ندارن، نیازی هم بهشون ندارن. حتی اونهایی که از دوچرخه های کوهستان هم توی شهر استفاده میکنن، کمک های جلوشون قفل میشه، از قفلش استفاده میکنن چون واقعا بهش نیازی ندارن. پس اولین نکته توی خرید باید توجه بکنیم که کجا میخوایم دوچرخه رو استفاده بکنیم. اگر شما هم مثل من میخواین از دوچرخه‌تون توی شهر و روزمره استفاده بکنین، بهتره برین سراغ دوچرخه‌های شهری. سبکترن، تیز و فرسترن و استفاده ازشون خیلی ساده تره. خب بریم سر اصل مطلب، این که توی این 3 هفته چه تجربه من داشتم توی استفاده از یه دوچرخه شهری تاشو در مقایسه با دوچرخه قبلیم که یه دوچرخه کوهستان بود که دقیقا تو همین مسیرها ازش استفاده میکردم. اولین تجربه ای که من با دوچرخه تاشو به دست آوردم این بود که با دوچرخه قبلی هر بار که میخواستم از خونه برم بیرون با دوچرخه، فکر میکردم که کجاها قراره برم، چقدر قراره باهاش رکاب بزنم، اگه باد شه، بارون شه، چه مسیرهایی رو پیش رو دارم. همیشه این فکرها رو با خودم داشتم، ولی دوچرخه تاشو باعث شد که من دیگه خیالم راحت باشه، هر جایی که بخوام برم راحت میتونم ازش استفاده کنم. من یه خانومم که این تجربه رو دارم، شاید برای یه آقای محدودیت ها وجود نداشته باشه. واقعا یه بار از سر کار داشتم میرفتم خونه، یه باد و بارون وحشتناکی شد و من به مصیبت اون دوچرخه کوهستان و ماشین گرفتم و گذاشتم روی باربند اون ماشین و تونستم برم باهاش خونه. ولی خب این خیلی راحته، توی مترو من راحت میتونم ازش استفاده کنم. همونطور که حجم و ابعادش رو دیدین، هر جایی که شما خسته شدی، دیدی اصلا دیگه دلت نمیخواد رکاب بزنی، تا میکنی رو صندلی جلوی عقب هر ماشینی به راحتی جا میشه، تو صندوق عقب راحت جا میشه، حتی میتونی راحت دستت بگیری و با خودت ببری. مرکز خرید میری با خودت میتونی ببری. حالا بهتون نشون میدم که راه بردنش هم چجوریه وقتی که تاش میکنی. این اولین تجربه من.
کسایی که توی شهرهای بزرگ هستن و از سفرهای ترکیبی استفاده میکنن، سفر ترکیبی یعنی اینکه یه بخشی از مسیر رو با دوچرخه رکاب بزنی و بخش دیگه ای رو از اتوبوس یا مترو بخوای استفاده بکنی، این یعنی سفر ترکیبی. خب من کسی هم که قبلا نمیتونستم یا یه محدودیتایی وجود داشت، دوچرخه کوهستان رو یا دوچرخه معمولی غیر تاشو، چون دوچرخه شهری غیر تاشو هم داریم، اگر میخواستی ببری تو مترو یا باید 8 شب به بعد میتونستی ببری یا روزای تعطیل. این محدودیتی بود که توی مترو برای ما گذاشته بودن، توی اتوبوس هم که خب نمیشد استفاده بکنی، مگه اینکه دیگه حالا شانست میزد یا راننده اتوبوسی قبول میکرد که تو بتونی دوچرخه تو ببری داخل اتوبوس. ولی این روزایی که من داشتم سفر ترکیبی، یعنی میآوردم با خودم تو مترو، همین که میگفتم تا شده دیگه هیچ مشکلی باهاش نداشتن، حتی از من نمیخواستن که دوچرخه رو تا کنم ببرم. تو قانونش اینه که دوچرخه تاشو به راحتی شما میتونی توی مترو و اتوبوس با خودت ببری. اینم برای من که توی تهران دارم زندگی میکنم و خب شهر بزرگیه و رفت و آمد توش سخته، باید از سفرهای ترکیبی استفاده بکنی، حالا نباید، میتونی استفاده بکنی، یه حسن خیلی خوبی بود. اما مورد سوم که باز برای من خیلی اهمیت داره اینه که وزن این دوچرخه نسبت به دوچرخه کوهستانی که قبلا داشتم خیلی کمتره. من خیلی پیش اومده بود که از این ور اتوبان میخواستم برم اون ور اتوبان، اگه میخواستم دور بزنم، یکی اینکه خطرناکتر بود و یه مسافت خیلی طولانی رو باید میرفتم، خب میومدم از پل عابر پیاده اینو رد میکردم و واقعا مصیبت بود، یا یکی باید کمکم میکرد یا دیگه یه خورده شونه درد و کمر درد میگرفتم. از خیابون میخوای ببری تو پیاده رو، از یه جایی میخوای رد کنی که باید بلندش بکنی، خیلی سبک و خیلی راحته. برای استفاده من به عنوان خانوم که وزن دوچرخه اهمیت داره خیلی به من کمک کرد، به خاطر همینم خیلی ازش لذت بردم. مورد چهارم این که خیلی راحت میتونی بذاری تو آسانسور تاش بکنی، تو هر آسانسور کوچولویی به راحتی جا میشه، دیگه نیاز نیست که بخوای کسایی که پارکینگ ندارن یا جای مناسبی ندارن برای نگه داشتن دوچرخه تو گوشه خونه یه جای خیلی کوچولویی رو اشغال میکنه، اینم یه حسنشه. اگه از پله بخوای ببری بالا راحت میگیری، دستت میبری تاش که بکنی. اینم یه موردی بود که برای من خیلی ویژه و مهم. خب نکته پنجم که میخوام در مورد تجربه سواری و رکاب زدن این دوچرخه بهتون بگم، این دوچرخه به خاطر وزن کمش و قطر کم لاستیکش که در واقع استکاک کمتری رو نسبت به لاستیکای کوهستان با جاده در واقع داره، خیلی تیز و بزتر و خیلی فرستره. من خیلی سریعتر شتاب میگرفتم باهاش و سربالای خیلی راحتتر و روونتر بودم. این تجربه من بود که واقعا هم لذت بخش. خب بچه ها میخوام یه نکته رو بهتون بگم که بچه ها کامنت داده بودم موقعی که من داشتم نظرسنجی میکردم که این دوچرخه رو بخرم یا نه، اونم این بود که اتفاقا خیلی هم تکرار شده بود که به خاطر سایز چرخای این که سایز چرخش 20ه میگفتن که شما باید رکاب بیشتری بزنی نسبت به دوچرخه هایی که سایز چرخشون بزرگتره. این درسته، ولی موقعی که این توقامه شون همسایز دوچرخه کوهستان باشه، این توقامه این دوچرخه بزرگتره و جبران کرده این کوچیکی سایز چرخ رو و شما تفاوتی نمیبینی بین رکاب زدن با این با دوچرخه کوهستان، یعنی طبق تجربه خودم. و من تونستم با این سرعت 35 کیلومتر رو هم رکاب بزنم. خب تو شهر ما دیگه سرعت نرممون 20-25 بیشتر نیست، خیلی هم زیاده، ولی با این راحت من 35 کیلومتر هم سرعت گرفتم. پس ما وقتی توقعممون بزرگ شده جبران میکنه سایز 20 چرخ رو. این نکته رو بچه بهش توجه بکنید، خیلی ها دارن این موضوع رو اشتباه میکنن، میگن این چرخ کوچیکه کمتر میره، ولی نه اصلا اینطوری نیست. این نکته رو توجه کنید بچه ها که کامنت بچه ها تقریبا درست هست، اما من لوازم دندش رو در واقع بر من عوض کردن و سفارشی انداختن، لوازم پیس روی این دوچرخه انداختن که باعث شد که این طبقش بزرگتر بشه. لوازمش هم تیاگرا هستش، لوازم فابریک خود این دوچرخه های تاشو روی این دوچرخه من الان نیست، همین لوازم در واقع لوازم دنده تیاگرا خودش فکر میکنم 4-5 میلیون الان قیمتشه که الان روی این دوچرخه هست. یکی از نگرانی هایی که بچه ها توی استفاده از دوچرخه های تاشو دارن اینه که میگن از قسمت لولا این دوچرخه ها زود خراب میشن.
من خیلی اینو تحقیق و بررسی کردم. نکتهش اینجاست بچه ها که این طراحی این لولای اینها طوری هستش که به این صورته تنه وقتی که تا میکنن اینجوری تو هم میره و یه قابی دور این تنه کوچیکتر رو میگیره و دیگه به لولا فشار نمیاد که بخواد بهش سود آسیب بزنه. نمیدونم دست منو میتونین ببینین یا نه. این وقتی تا میشه این میاد داخل یکی قرار میگیره و به لولا دیگه فشار نمیاد. یه نکته دیگه بچه ها، این چون این ذهنیت هم غلطه که این دوچرخه کمک جلو نداره. دستبندی دوچرخه های شهری کمک جلو ندارن چون نیازی بهش نیست. اوکی. و یه نکته دیگه این که وزنتون رو هم باید دقت بکنید. یکی به وزن من مثلا 55-6 کیلو، من از دوچرخه کوهستانم که استفاده میکردم که جلوش هم کمک داشت، اصلا کمک اونقدی بازی نمیکرد، یعنی اصلا درگیر نمیشد. وزن خیلی تأثیر گذاره توی این موضوع، اونقدی تأثیر نداشت، ولی خب قبول دارم آره، خب این یه دوچرخه ایه که کمک جلو نداره و یه کمی نسبت به دوچرخه کوهستان ضربش بیشتره توی دست اندازه شهری. جمع‌بندی کلی بکنی، من به مخصوصا خانومایی که قدشون زیر 170 و میخوان تو شهر رکاب بزنن و استفاده خارج شهرشون زیر 5% 10% پیشنهاد من اینه که دوچرخه تاشو بگیرن. و خب یه مزیت هم داره که میتونن از سفرهای ترکیبی هم استفاده کنن، خصوصا اونایی که توی تهران هستن. توی این مدت که میخواستم دوچرخه بخرم، دوچرخه کوهستان و شهری و دیگه هر فروشگاهی که بگین من رفتم، همه سایت ها رفتم، بزرگترین فروشگاه تهران رو رفتم، دیگه الان پر از این اطلاعات عجیب غریب راجع به دوچرخه هم. بچه ها واقعا میگم اگر دوست دارین دوچرخه بخرین، من حتما کمکتون میکنم، بیاین پی بی بپرسین، مخصوصا خانوما تخفیف هم میتونم بگیرم از این فروشگاه براتون. و اینکه توی کلیپ بعدی حتما در مورد اینکه اصلا دوچرخه تاشوری که بخوایم بذاریم کنار، چه دوچرخه‌ای بخریم برای چه مصرفی و اینها کامل بهتون توضیح میدم مفصل. امیدوارم وقت کنم که زودتر این ویدیو رو درست کنم براتون. همین دیگه، مرسی که منو تماشا کردین، دوستتون دارم. این دوچرخه رو جمع کنیم بریم خونه.